درود به بینندگان خوب تلویزیون پارس، اصل پهلوان هستم و دقایق رو با شما بینندگان خوب خواهم بود. آبان 98 اعتراضات مردمی به افزایش قیمت بنزین و چند روز پشت سر هم اعتراض مردم. آبان 98 1500 نفر رو کشتند. دشخیمان رژیم جمهوری اسلامی در آبان 98 جان خیلی از جوانان ما را گرفتند. 17، 18، 16، 14 ساله جوانانی که آمده بودند به خیابان و بگویند که این رژیم رو نمیخوان، به دلیل اینکه آینده‌ای رو برای خودشون در این نظام نمیدیدند. یکی از اونها پژمان قلی‌پور نام داشت. پژمان قلی‌پور در آن سال، در آبان 1398 فقط 17 سال داشت. در کرج زندگی میکرد و با 5 گلوله کشته شد. 5 گلوله. در واقع 3 گلوله به سینه‌اش و یکی به ابروش و یکی به قلبش. 5 گلوله. جوانی که از مهربانیش و خوشرویش و همه دوستانش میگن. مادری که عاشق فرزندش بود و سال 1398 سعی کرد صدای جوانان که در این راه کشته شدن باشه. مادر پژمان قلی‌پور دیگر اون مادری نبود که قبل از 1398 بود. جوانش رو از دست داده بود. جوانی که با سختی و مشکلات جامعه بزرگ کرده بود و تازه 17 سالش بود. بینندگان عزیز، امروز تولدشه. با هم این ویدیو رو نگاه میکنیم. امشب تولد توه، من خیلی دورم، اما بیا خیال کنیم پیشت نشستم. ببند چشاتو تا منو بهتر ببینی، منم برای دیدنت چشامو بستم. شاید الان دور و برت خیلی شلوغه، اما کنارت واسه من یه جا نگه دار. نذار کسی بفهمه که دلت گرفته. آهنگی که دوستش داری بذار تکرار. امروز تازه بیشد 21 سالش. پژمان قلی‌پور، این جوانی که به دست دشخیمان کشته شد که 17 سال داشت، فقط بیشد 21 ساله امروز. و اتفاقا در همین روزا هستی خزایی که در واقع خواهر عرفان خزایی که آخر در واقع باید آخر شهریورم تولد او هستش، هستی خزایی خواهر عرفان خزایی که در خیزش زن زندگی آزادی در سال 1401 او هم در 30 شهریور ماه کشته شد. یک ویدیویی رو منتشر کرده و در این ویدیو گفته که به
هموطنان ما گفته که خانواده های بسیاری وقتی که شما دارین این ویدیو رو میبینین، وقتی که دارین نگاه میکنین، در حال فکر کردن به عزیزان جان باخته خود هستند، جانهای بیباکی که با شهامت در برابر ظالمان ایستادند و رفتند و دیگر باز میگردند ولی یادشان باز نمیگردند ولی یادشان همیشه با ماست. از همگی خواسته که فراموش نکنیم، همین حرفی که من همیشه میزنم، نمیبخشیم و نه فراموش میکنیم. درم تنه چه ویلیم، دریا تو شاهدی چنی، درم عاشقیم، دریا ساهر قدم مشون تو چنی، گنه ای شمار بدون تو دریا درم تنه خب بینندگان عزیز، به قسمت دیگری از برنامه بپردازم. در همین دو سه روز اخیر یک ویدیوی، یعنی در برنامه تلویزیونی که در تلویزیون صدا و سیما بوده، رئیس دانشکده علوم اجتماعی که در واقع آقای به نام انتظاری است، آقای علی انتظاری نام داره، در این در واقع این ویدیویی که الان میخوام پخش کنم واسهتون، گفتگو و بحثی بود در مورد مهسا. در واقع آقای انتظامی با یک مجری و همینطور باید بگم که با آقای تقی آزاد ملکی که او هم جامعه شناسه، نویسنده است، که حالا مفصلا براتون میگم، یک دیبیت داشتن و با هم بحث و گفتگوی داشتن. در این بحث و گفتگو، این که خودش رو رئیس دانشکده علوم اجتماعی انتظاری میدونه، در واقع در اون زمانی که این ویدیو الان پخش شد، مال دو سه روز پیشه، رئیس دانشگاه بوده، کلمه نفله شدن رو در مورد مهسا امینی به کار میبره. و خب ما داریم چند روز دیگه به سالگرد این خیزش، سالگرد درگذشت مهسا امینی میرسیم و با این کلمه نفله شدن از یک رئیس دانشگاه در مورد این خیزش و در مورد اعتراض مردم میاد و این صحبت رو میکنه. قبل از که من بیشتر به این ویدیو بپردازم و بیشتر براتون صحبت کنم، اول این ویدیو رو نگاه کنید، برمیگردیم و من در این مورد بیشتر با شما صحبت کنم. نگاه کنید. من قبول ندارم که و در واقع مثلا فرض بکنید بالاخره توی زد و خورده هم بعضی ها از این ور از اون ور کشته شدن، مجروح شدن، ولی ببین این حد اقل خشونتی بود که ممکن بود اتفاق بیفته. پیشبینی دشمنی نبود، پیشبینی دشمن بود که در واقع خشونت خیلی گسترده‌ای اتفاق خواهد افتاد و این خطای محاسباتی به خاطر این بود که اساسا نیروهای نظامی انتظامی جایی که میتونی نشون ندید. بله، مرتی که میگه که بهشون دستور داده بودن که حتی اگه کتک خوردینم چیزی نگین و وایسید و کتک بخورید. این انتظاری، همونطور گفتم، رئیس دانشکده علوم اجتماعی بوده، اینا بعد علامه طباطبایی، در مقابلش هم تقی آزاد ملکی اسمش رو من بد تلفظ کردم، او هم رئیس دانشکده اجتماعی دانشگاه تهران بوده ولی الان نیست. یعنی در واقع دوتایشون یک مقام برای خودشون داشتن، در مقابل هم دیگه قرار گرفت. حالا بعدا حرفای او رو هم براتون خواهم گذاشت. ولی این
انتظاری که با این قیافش اصلا رئیس دانشکده علوم اجتماعی این کلمات رو به کار میبره. بدتر از اون حالا اینه که اصلا میگه کسی کاری نکرده، هیچ اتفاقی نیفتاده، حتی این پاسدارا که اومدن گفتن کتک بخورین، کشتنشون. کی کشته؟ شما این بچه ها رو کشتید. آقای انتظاری این ویدیو رو یه بار نگاه کن، بچه های ایران زمین ما رو ببین که چجوری کشتن. نگاه کنی دوری و اینجا نیستی، قلب من اونجاست و تنها نیستی، خودم میرم عکسام ولی تو آبه، میشنبه هر کن ولی بی جوابه، رفتن من شاید یه امتحانه، واسه شناخت تو این زمونه، واسه نخور زندگی رنگ و رنگ، یه وقتایی دو شدنم بشنگه. تازه میگه برخورد خشن نکردن. همه اینایی که دیدی همه اینا همون موقع کشته شدن. نفله شدن از یک کسی که رئیس دانشکده علوم دانشگاهی هستش خیلی بعیده. و تازه اونطوری حرف زدن. تازه حالا توجه داشته باشید که اینا رو که گفته بیرونش کردن، یعنی چیکار کردن؟ برکنارش کردن از این سمتش. البته باید در همینجا اضافه کنم وریا قفوری در واکنش به توهین علی انتظاری، رئیسی که حالا برکنار شده بر دانشکده علوم اجتماعی، وریا قفوری میگه که عکسش رو هم میبینیم، وریا قفوری در توییتی که کرده گفته که مرز حقارت و ناچیزی بعد از بیانیات شما جابجا شده، ننگ بر ادبیات. و این که بخوای بگی نفله شدن یک دختر کرد سنی، این واقعا توهینی به انسانیت. در همین موضوع، در همین توهینی که این رئیس دانشکده علوم اجتماعی کرده، حسین رونقی هم عکس العملی نشون داده و گفته که مهسا برای همیشه به عنوان نمادی از شجاعت و اراده برای تغییر در تاریخ ایران ثبت شده است. و همینطور مادر و پدر مهسا امینی هم در این زمینه عکس العمل نشون دادن و اشاره کردن که تاریخ به مهسا افتخار خواهد کرد و یادش نخواهد رفت و این توهین به مردم ایرانه. و با کنار گذاشتن علی انتظاری، این رئیس دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی، به خاطر این بوده که رسما ایرنا اعلام کرده که به دلیل اینکه طرح مباحثی رو به دور از ادبیات ایرانی و اسلامی و استفاده از تعابیری نادرست در تلویزیون گفته، عبدالله معتمدی رئیس دانشکده علامه طباطبایی ایشون رو برکنار کرده. و باید اضافه کنم که آقای علی انتظاری در این مورد گفته که این شیطنت رسانه ها بوده. و البته این که شیطنت رسانه ها بوده و این که جمهوری اسلامی وقتی که بخواد یک چیزی رو علم کنه اینجوری علم میکنه، انقدر توهین کردن به مهسا و مهساها و حالا یک دفعه این رو علم میکنن، تو بیرونش میکنن که بخوام بیرونش کنن، اینا از خودشونن، اینا عاملین خودشونن. همین انتظاری ببین چجوری حالا میگه نفله شدن، به تمام بچه های ما توهین کرده، گفته اصلا بچه کسی کشته نشده، اصلا کسی اشکال پیدا نکرده، یعنی این در این دوران
میگه. اون وقت مادن اینجوری یعنی اینا به خودشونم رحم نمی کنن. اینا به خودشون اگر امروز باهاشون نباشی یه قدم این برتر بذاری، اینا رحم ندارن. اینو باید این اصلاح طلب ها، اصول طلب همه تون، اصلاح طلب اصولگرا همه شون، اینا تمومه، اینا به شما هم رحم نمی کنن. امروز ببین یکی کلمه میگه اینو علمش میکنن، بیرونش میکنن خیلی راحت، در عرض یک روز این آقایی که رئیس دانشکده بوده بیرونش کردن، یکی دیگر رو به جاش گذاشتن به اسم احمد قیاسانوند، یه همچه اسمی داره. مگه به این همه توهین کردیم به ما؟ این همه به بچه های ما توهین کردیم؟ البته در همین برنامه که من براتون گذاشتم باید بگم که آقای تقی آزادر مکی، یه همچی اسمی داره، ببخشید معذرت میخوام من اسمش رو بد تلفظ کردم، در صورت ایشون جامعه شناس، نویسنده است و استاد تمام دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بوده، رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در سالهای 1174 تا 1184 بوده، تحصیلات رو در آمریکا کرده و همطوری قسمتیش رو در تورنتو انجام داده. خلاصه آدم بسیار تحصیل کرده یه و ببینی که در مقابل این آدمی که نشسته و علی انتظاری که در مورد نفله شدن به کار میبره، در مورد مهسا امینی و حتی در مورد کشته شدگان، آقای تقی آزاد ملکی ببینید که در مورد روحانیت، که من در مورد روحانیت در روز دوشنبه براتون گفتم که کلاس هایی که اضافه کردن، بودجه طلاب رو بالا بردن، معلمین رو اخراج کردن و به جاش روحانی گذاشتن، اتفاقا اشاره خوبی میکنه که دوست داشتم با هم این تیکر ببینیم. این همه دستگاه عریض و طویل بوروکراسی جمهوری اسلامی برای چیه؟ میخوان نماز یادمون بدن، ببرنمون کربلا، بیان تو خونه برامون ازدواج درست کنن، بچه‌مون رو بگیم که ما چند تا بچه داشته باشیم، چی بخوریم، چی درس بدیم. این همه آموزش تلویزیون شما نگاه کنید، صبح تا شب آموزش دینی میده، 500 تا کانال داره، 497 تاشون آموزش دین میده. خب ولش کنید، سرمایه بذار برای جاده سازی دیگه. ببین من میخوام بگم یه اشکال اینجا، یه قفلتی اتفاق افتاده که اون نگاه ماتریالیستی مارکسیستی ایدئولوژیک شده در پشت اسلام، به ما گفته که شما مردمان بی فرهنگید، بعد من تو رو درست کنم. ببین شما نمیتونید جای پیدا کنید که نه آخوند تو اونجا نباشه روحانی. آقا اینقدر روحانی بخواد، چرا اینقدر روحانی تولید میکنید؟ آقا روحانی که همش توی هر اداری که چارده باشه که نیست که. آقا کار خودتو آمار خیلی تایید نمیکنه مساجد. چرا؟ چرا آقا مساجد هم بخواد اینکه مساجد هم با هم شیفتی کار میکنن؟ اینطوری نیست. بله دیدید که برخوردشون چطوری بود. واقعا یک شعری رو من از یک دختر جوانی رو دیدم، میگه به تو چه، نمیدونم وقت دارم یا ندارم، ولی دوست داشتم که این شعر رو با هم ببینیم و بد نیست که در آخر برنامه بذارید. وقت نمی کنم، من اینو حتما در برنامه دیگر براتون میگذارم. حتما دوست داشتم با مجله فردوسی امروز بگذارید، با مجله فردوسی امروز برنامه‌مو به پایان برسونم. مجله فردوسی امروز که در مورد اعتصاب پرستاران هستش و اینکه پرستاران میدونید که هنوز این اعتصاب ادامه داره و با مقالات بسیار خواندنی در مجله فردوسی امروز از بزرگان مطبوعات ایران، آقای عباس پهلوان، آقای علیرضا نوری‌زاده، آقای علیرضا میبودی، آقای هادی خورسندی، خانم دکتر مرجان نقوی، خانم هنگامه افشار، و آقای داریوش باقری، آقای سعید نقیب‌زاده
ناینی و دیگر عزیزانی که زحمت میکشن و در این مجله قلم میزنن. با سپاس از همگیشون، امیدوارم که ما رو در این راه حمایت کنید. و همینطور شاهزاده رضا پهلوی هم نسبت به این اعتصاباتی که پرستاران کردن واکنش نشان دادن و بیانیه رو هم گفتن و در مورد اعتصاب پرستاران در اعتراض به دشواری های عظیم اقتصادی اونها اشاره کردن و در کنار این عزیزان هستن. در صورت بیانیه حمایت شاهزاده رضا پهلوی از پرستاران. بینندگان عزیز، این بود برنامه امروز من. با تشکر از آقای شورتی عزیز در اتاق فرمان و شما بینندگانی که نشستید این دقایق رو با من و همراه من بودید. تا برنامه دیگر، ساعت دیگر، همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. یادتون باشه قدر هم دیگر هم بدید. I know you're